شنبه 18 آبان سال 98 هواپیمایی از فرودگاه امام خمینی تهران بلند شد با یک مسافر ویژه، کسی که هزاران زندانی را به سفر بی بازگشت مرگ فرستاده بود. وارد خاک سوئد شد. هواپیما اینجا در فرودگاه استکهلم آرلاندا به زمین نشست. مهمان ویژه اما نتوانست از گیت عبور کند. حمید نوری با حکم دادسرای سوئد بازداشت شد. او در دهه 60 با نام مستعار حمید عباسی دادیار زندان گوهردشت بود. بعد از تمدید و حکم بازداشت، جلسات دادرسی او برگزار شد. در کیفرخواست صادره، نوری به نقض حقوق بین‌الملل، جنایت آشکار و قتل متهم شده. سه‌شنبه بعد از ماه‌ها تحقیق، جلسات رسمی دادگاه او آغاز شد. حمید نوری پیش از این گفته بود او را با کس دیگری اشتباه گرفتند، اما حالا وکیلش دانیل مارکوس میگوید حتی زمانی که این جنایات رخ داده او اصلا در محل حضور نداشته. اما شاهدانی که در دادگاه حاضر شدند چیز دیگری میگویند. مواجهه‌ای داشتم با حمید نوری در تاریخ 6 شهریور 67. حمید نوری یکی از عوامل اجرایی و پارکاوی‌های مرگ در زندان گوهردشت بود. اون رو در زندان گوهردشت دیدم، در اوین دیدم، زمانی اون رو توی سالن ملاقات دیدم، بعد از اون رو در دادگاه‌های سال 67 دیدم که زندانی‌ها رو می‌بردن می‌بردن. تابستان سال 67 هزاران زندانی سیاسی به دستور روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی به طور دست جمعی اعدام شدند. گروهی موسوم به هیئت مرگ درباره اعدام این افراد تصمیم می گرفتند. یکی از آنها ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهور فعلی ایران. حمید نوری در زندان گوهردشت عضو هیئت مرگ بود. در تابستان آن سال زندانیانی که همچنان به سازمان مجاهدین خلق ابراز وفاداری می‌کردند اعدام شدند. دادگاه این کشتار را نقض قوانین بین‌المللی و جنایتی آشکار دانسته. آن موقع مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند هزاران زندانی چپ را هم اعدام کنند. در ادامه کشتار زندانیان در دهه 60 تعداد زیادی از آنها در زندان گوهردشت و زیر نظر حمید نوری کشته شدند. او برای این اعدام‌ها به قتل متهم شده. خودم خواهر خودم رو در دهه 60 از دست دادم. سال 61 بعد از 9 ماه که بازداشتش کردن، حکم یک ساله داشت. یه شب از زندان کشیدنش بیرون، 9 تا گلوله تو سینه‌اش خالی کردن. کسی میتونه اینو فراموش کنه؟ به جرم اینکه مجله تو دستش میده. کریستینیا لیندوف کارلسون، دادستان استکهلم، گفته چون سوئد صلاحیت جهانی برای بررسی نقض قوانین بین‌المللی را دارد، این کشور حالا هم فرصت و هم تعهد ویژه برای پیگرد قانونی این جرایم دارد. خانواده‌های قربانیان کشتار 67 امیدوارند در این دادگاه ابعاد ناگفته‌ای از این جنایت آشکار شود. حمید نوری تنها کسی است از اون چرخه تباه نکبت که به دام افتاده و این امکان فراهم شده الان که او از اون چه که سازوکارش بر ما دانسته نیست سخن بگوید. در 33 سال گذشته جامعه بین‌الملل گامی عملی برای پیگیری این جنایت بر نداشته. اگرچه سازمان عفو بین‌الملل ابراهیم رئیسی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده، کسی که در اولین کنفرانس خبریش گفته بود باید او را به خاطر این اعدام‌ها تشویق کنند. رئیسی 3 سال پیش هم از اعدام‌ها دفاع کرد. افرادی رو در سال 68 اون سال 67 اون که اقدام شد، اون کاملا منطبق با موازین شرعی و قانونی و اونی که حکمش در دادگاه هم دادگاه بدوی هم دادگاه عالی اثبات شده بود. اما شواهد نشان می‌دهد که اکثر اعدامی‌ها محکوم به زندان بودند و در حال گذراندن دوره حبسشان. همسرم عبدالمجید سیمیاری با داشتن حبس ابد سال 67 در اوین اعدام شد. برادرم عادل طالبی با داشتن 10 سال حکم در زندان گوهردشت اعدام شد. حالا صدها شاهد در دادگاهی که نگاه‌های جهانی را به خود جلب کرده حاضر شدند تا از رنجی بگویند که مقام‌های جمهوری اسلامی با جنایتی هولناک بر آنها هموار کردند. آنها امیدوارند این توجه عمومی بتواند به زودی متهمان اصلی این کشتار بزرگ را پای میز محاکمه بیاورد، از جمله ابراهیم رئیسی که بعد از این قرار است با همان دستی که حکم اعدام هزاران زندانی را امضا کرده با مقام‌های رسمی کشورهای دیگر دست بدهد. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال.